از جوانای مشهد یمن یادی بکنیم که باور کنید اومدم در مشهد و در قوم گفتم رضا شاه روحت شاد. به احترام بچه های جوانای قوم و مشهد و خوزستان یه دست محکم بدید. بعد دو بانو دیگه هستن اونا هم جوانایی هستن که در نسل خیانتکارا در از این اشغالگران به دنیا اومدن. خیلی مدن شما صد سال صد سال ره مسجد و میخانه بگیری عمرت به هدر رفته اگر دست نگیری. بشنو از پیر خرابات تو این پند، زهمون دست بگیری. فرخنده زاد روز ایران پدر شاهنشاه آریامهر را به تک تک ایرانیانی که هنوز مهری از وطن در دلشون هست شاد باش میگم و برای همه جوانان ایران سرفرازی و پیشرفت آرزو میکنم. درود بر رضا شاه بزرگ، درود بر ایران پدر شاهنشاه آریامهر، درود بر فرح پهلوی شهبانوی دلهای ایرانیان ایران پرست، درود بر شاهزاده رضا پهلوی آرزوی امروز جوانان ایران برای رهبری او در سرزمین ایران. پدر مهربان، از راه دور به این مکان آمدم تا با شاهنشاهم درد دل کنم. 40 سال پیش بخش عمده‌ای از مردم ایران که چشمانشان کور و دلهایشان سیاه و هوس برگشت به هزاران سال پیش را کرده بودند به خیابان‌ها آمدند و ترک تو را از میهن خواستند. تو با چشمان گریان سرزمین ایران را ترک کردی و در گوشه غربت امروز آرمیده ای. و از آن زمان تا به امروز خنده بر لبهایشان خشک و به جای آن چشمانشان ترگشت. اربابان بیرون و خفاشان درون به یک گله غلام سربزیر و حرف شنو نیازمند بودند. البته غلامانی که ندانند غلامند و احساس خوشبختی کنند و مردم ایران در همین نقش ظاهر شدند. با خرافات 7000 ساله تاریخ حافظه هاشان را پر و دلهایشان را از مهر و وفا نسبت به میهن خالی کردند. اربابان مردان دینی را میان گله رها ساختند تا پیام خداوندگار که همانا مشیت و تقدیر است در میانشان بپراکند. و در این حال منفورترین بشر را در تاریخ برای رهبری خود برگزیدند تا آنها را به شرایط امروز برساند. کمی بیشتر نمانده تا این مردم گرسنه و فقیر از تنگ دستی و نداری همدیگر را پاره کنند و بخورند. اما به تو ای پدر مهربان مژده میدهم که جوانان این مرزبون که نه دوران رضا شاه بزرگ را و نه دوران طلایی محمد رضا شاه شاهنشاه آریامهر را ندیده بودند، امروز با صدای رسا و از صمیم قلب خانواده پهلوی را صدا میزنند.
امیدوارم و بسیار امیدوارم تا زمانی که زنده هستم رهبری شاهزاده رضا پهلوی را به این سرزمین اهورایی با چشمان خود ببینم. ایران هرگز نخواهد. پاینده ایران سرفراز با مردم. دوستان ببینید، ما تمام کسانی که اینجا نشستن عاشق خاندان پهلوی هستن. ایشون رضا شاه دوم پادشاه ایران هست. بعد از فوت شاهنشاه یامر ایشون اومدن قسم خوردن، گفتن و از این مدت هم شروع به فعالیت کردن. از نظر ما پهلوی طلبا ایشون رضا شاه دوم شاهنشاه ایران هستن و نمیدونم تو از این دوستان اروپایی کلمه شاهزاده رو استفاده میکنن. ایشون رضا شاه دوم پادشاه ایران هست. خیلی متشکرم. از خانم البرج خواهش میکنم تشریف بیارید. بعد هم اون دوتا خانوم های دیگه هم آماده باشن. به نام نامی دو پادشاه ایران ساز پهلوی، رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه شاهنشاه پهلوی، یادی از انقلاب سپید رستاخیز در روز کارگر. اصل اول اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب رعیتی. اصل دوم ملی کردن جنگل‌ها و براتر. اصل سوم فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی. اصل چهارم سهیم کردن کارگران در سود کارخانه. اصل پنجم اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رأی به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان. اصل ششم ایجاد سپاه دانش. اصل هفتم ایجاد سپاه بهداشت. اصل هشتم ایجاد سپاه ترویج و آبادانی. اصل نهم ایجاد خانه های انصاف و شوراهای داوری. اصل دهم ملی کردن آبهای کشور. اصل یازدهم نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانی. اصل دوازدهم انقلاب اداری و انقلاب آموزشی. اصل سیزدهم فروش سهام به کارگران و واحدهای بزرگ صنعتی با قانون گسترش مالکیت واحدهای تولید. اصل چهاردهم مبارزه با تورم و گرانفروشی و دفاع از منافع مصرف کنندگان. اصل پانزدهم تحصیل رایگان و اجباری. اصل شانزدهم تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسه ها و تغذیه رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران. اصل 17 هم پوشش بیمه های اجتماعی برای همه ایرانیان. اصل 18 هم مبارزه با معاملات سودگرانه زمین ها و اموال غیر ملکی. اصل 19 هم مبارزه با فساد، رشوه گرفتن و رشوه دادن. پدر عزیزم، از اون وقتی گفتی تاریخ پاسخگوی من به ملتم خواهد بود، زمان زیادی در طول تاریخ نگذشته است، ولی در عرض زندگی فرزندانت چه ها که نگذشته است. 37 سال محنت بی همتا را ایرانیان با جان و مال و ناموسشان لمس کردند. تاریخ بی‌رحمانه و بی‌گذشت، اما عادلانه و منطقی بر میهن انتخاب. دستاورد ناسپاسی را غیر از این نمی‌توان خواست، ولی تو و تاریخ و دو سرنوشت را بر میهن ما سراییده بود. تو عشق و سربلندی فرزندان میهنت را کوک سازت کرده بود، اما تاریخ روایتگری است بی‌طرف که مهر در آن واژه است ایمان. هدف تو و رضا شاه بزرگ با سرنوشتان شایسته عدالتی نبود که ما ملت و جمال بخشی برای ایران و شما دو ابرمرد رقم زدیم. اما پدری چون تو که مفتخر به نام شاهنشاه ایران است، تاب نمی آورد به رفتن خار در پای فرزندانش. از این روز که تو و رضا شاه بزرگ تاب زیستن در هنگامه تباهی و اسارت میهن را نداشته و با آغوش خود پناه بردی، ولی پاداش تاریخ زیست فانی را نصیب دشمنانتان و جاودانگی را سنگ فرش نامتان کرده است. همانند و هموورد ایران پایند مانیا جاویدان. جاوید شد. بزنی خواهیم چمسان واقعا دوتان دعیمی، چون من افتخار داشتم در زمان گذشته دوتان دعیمی واقعا یه سرباز میانقرس بود و جان پاکش رو در راه وطن گذاشت.
جوانای بعد از انقلاب که به دنیا اومدن و زمان پادشاه فرید رو ندیدن، خواهش کردم چون هم سفر بودیم، خواهش کردم بهترین کامنت هایی که در مورد اعلیحضرت فضای مجازی پیدا میکنن و اینا رو بیارن اینجا و برای شما بخونن، کسایی که از نسل خود اینا این چیزا رو نوشتن، درد دل جوانان ایرانی رو به گوش اعلیحضرت برسونن. از خانم نیلی خواهش کنم تشریف بیارن، از اتریش هستن. دعای نسل من، تنها ترین سالار اعلیحضرت، روحت شاد. کاش کمی زودتر به این دنیا آمده بودم تا در دوران درخشان پهلوی زندگی می کردم. هزاران درود به روح پاکت و غیرت ایرانی پرستد. درد دلهای نسلی که تو را ندید و سپایش می کند. افتخار این را دارم که جملاتی از کامنت های مجازی جوانان ایران زمین را به گوش شما برسانم. شرافت رفت، غیرت رفت، مردانگی رفت، آسایش رفت، امنیت رفت، غرور افتخار هم رفت، همه چی رفت، شاه رفت، خدا رفت، میهن رفت. بلندتر. حرفم با شماست، انقلابیون، انقلابیون 57، چه فکری کردید شاه ثابت قدم با وقار و با درایت، قدرتمند، مهربان، آگاه و شایسته، به چه ملعونی ترجیح دادیم؟ پدر سرزمینم را میخواهم، بردیم، برگردانیم. اگر چشمهام خسته است، اگر شهرم خسته است، اگر فلانی بیکس شد، اگر زندگیم بیرنگ شد، به خاطر زخمی که با منه، که هیچ وقت خوب نمیشه، کسی جای تو نمیاد، محبوب من. واقعا چه گوهری رو با یه سنگ بی ارزشی عوض کردم؟ با رفتنش نه عشق ماند و نه نفس، نه آبروی ماند و نه ایمان. حضورش روز به روز در قلب ها پررنگتر و پررنگتر می شود. به نام شاهنشاه آریامهر که همه چیز ایران بود، با خرد بود و ایران آریایی، مهربان بود و سازنده، ایرانش را می پرستید، عاشقانه برای آبادی و امنیت آسایش ملت در تلاش بود. پدری بود دلسوز و با عشق به ایران ایرانی. محمد رضا شاه به ماند یک رؤیای شیرین بود که زود گذشت. آن دوران طلایی به مانند به او هرگز ایران به خود نخواهد دید. نام و یادت تا همیشه و همیشه جاودانه خواهد ماند، ای ابر مرد تاریخ، تاریخ پرشکوه ایران آریایی، ای شاه شاهان، ای بهترین. مثل شاه آمدی، شاهی کردی، شاه رفتی، شاه مردی، شاه ماندی، نام و یادت جاودانه شد. و در آخر، زمان داریم زمان حال، زمان داریم زمان گذشته، زمان آینده، و زمان داریم زمان شاه. درود به همگی دوستان، خوشحال هستم که اینجا این روز قشنگ و زیبا را در کنار شما جشن میگیرم. درود بر توی پادشاه خوبان که مهر آریاییت ما را در این مکان مقدس جمع کرده. درود بر والا حضرت اشرف گرامی و همچنین اولیا حضرت شهبانوی گرامی. دختری هستم از نسل بعد از تو که نامم از توست، شهرتم از توست، مرامم از توست، ایمانم از توست و همچنین هدف و آیینم از توست. پدر تاج دارم، حال که در این روز فرخنده و زیبا و در این مکان که پر از حس بودن شماست، یاد و خاطره شما را زنده می کنیم و همچنین جشن زادروز 100 سالگی همایون و ملکوتی شما را برپا می کنیم،
بسیار شکرگزار هستم که افتخار این موقعیت رویایی نصیب من شد که چند کلامی با شما و درباره شما با دوستانم گپی بزنم. منی که بعد از شما چشم به این دنیا گشودم و شما را ندیده عاشقتان شدم. میدانم که دل میلیون ها ایرانی وطن پرست برای دیدار با شما و برای بودن با شما میتپد و آرزوی این را دارم که لحظه ای در این مکان مقدس در کنار شما باشم. پادشاهم، حال که به اتفاق هموطنان ایرانبان و ایران دوست و وطن پرستم با قلبی شکسته و پر از اندوه بسیار گرده هم آمدیم تا روز زاد روز شما را پاس بداریم، این قلب تک تک ماست که اینجا در قاهره در مصر بر مزار شما پر از شادی و افتخار و شعف می تپد. ما با قلبی شکسته و پر از احساس گناه و حسرت و ندامت در مقابل شما پدر ایران زمین که آبروی ملت و اعتبار و اصالت نسل آریایی ما بودی سر تعظیم فرود می آوریم. پدر عزیزتر از جانم، پدر تاجدارم، در این روز خجسته در دلی با شما به عنوان یکی از فرزندان شما، یکی از دختران ایران زمین و یک دهه شصتی و یک زن مهاجر ایرانی ویران شده رانده شده از کشورش هستم دارم. یک ایرانی که زمانی چشم در این دنیا گشود که متاسفانه وجود زرین و درخشان شما را تجربه نکرد و ظلمی که نسل‌های گذشته او در حق شما و خودشان و ایران ما کردن شامل حال او نیز شد، ولی همچنان یاد گرفت که زمان شاه زمان بهشتی بودن سرزمینش بوده است. کسی که مجبور بود با سن کم ضد و نقیض هایی که بعد از رفتن شما در کشورش به وجود آمد تجربه کند. جنگ را تجربه کرد، زور اجباری و حجاب اجباری را تجربه کرد، زن و دختر بودن را در جامعه‌ای مسموم تجربه کرد، ولی همچنان در همان عالم کودکی با خود کلنجار می رفت و به دنبال هویت واقعی خود بود، ولی هیچگاه فکر این را هم نمی کرد که روزی مجبور به ترک سرزمینش شد و غم حسرت دوری وطن را تجربه کند و حتی روزی آنقدر بزرگ شود که بتواند به آرزوی دیرینه خود برسد و به دیدار شما بر مزار پاک مقدس شما برای ادای احترام و تشکر حاضر شود و بازدید از آرامگاه شما تبدیل به زیارت او شود. ای پادشاه خوبان، من به نمایندگی از فرزندان ایران زمین از روح بزرگوار شما خواستار حمایت و هدایت از نسلی که شما را ندیده عاشقتان شد هستم. باشد که مهر آریایی شما ایرانمان را به آن دوره طلایی و با شکوه دوران پهلوی برگرداند. شاهنشاها، ما نسل جوان ایران پیرو به راهی که شما و پدر گرامیتان رضا شاه بزرگ به ما نشان دادید هستیم و از شما خاندان پهلوی همیشه سپاسگزاریم. ما مردم ایران خواهان برگشت شکوه کشور عزیزمان ایران به زمان درخشان پهلوی هستیم و این خواسته از جای وطنمان ایران برمیخیزد و به گوش میرسد. به همین دلیل ما همچنین خواهان بازگشت رضا شاه دوم، کسی که وارث مهر و عشق و جوانمردی پهلوی و خاندان ایران سازش و امید و ناجی ملت ایران هستیم. در پایان تشکر میکنم از مردم مهمان نواز و ایران دوست مصر و پرزیدنت انور سادات گرامی و بانو جهان سادات که اگر شجاعت ایشان شامل حال ملت ایران نمیشد ما در این لحظه و اینجا حضور نداشتیم. پاینده ایران، جاوید شاه سرفراز بود، پرچم شیر و خوشید. هستیم یا تا ساعت 5 بجانی در خدمت هم دیگه هستیم. حالا میخواییم عکس بگیریم، میخواییم به اصفت دیگه ما خودتونیم خودمون هم دیگه تون افتخار
بگی همینجور بره تا اون بره دو در سال آره همه این هایی که میخواستم بیادم میخواد بیاد نمیتونم چم؟ یا به افتخار تمام وطن پرستانی که تو ایران هستم بله میخواستم بیاد و امکان نمیشون در سال به افتخار تمام وطن پرستانی داخل